در قسمت جنوبی شهر اوساکای ژاپن، بین خونه‌های قدیمی و محله پرسر و صدای سومیوشی، جایی که اکثر آدم‌ها از طبقه کارگر شهر هستند، خونه‌ای ساخته شده که اگه از بیرون اون رو ببینید، شاید به سختی بشه کاربری مسکونیش رو تشخیص داد. خونه‌ای مکعبی و ساده با نمای بتونی، یعنی خونه آزوما. این خونه که به خونه راو هم شناخته میشه، در وسط ردیف خونه های چوبی ویرون شده‌ای در یک قطعه زمین 64 متر مربعی قرار داره. سایت پروژه مستطیل کوچیک و کشیده است. زمینی که اولین چیزی که به ذهن ما میاره یه دخمه تاریک و بی‌نوره که نمیتونیم هیچ کیفیت فضایی مطلوبی توش بسازیم. اما تاداو آندو، معمار این پروژه، به ما نشون میده که چطوری یه دخمه رو میشه تبدیل کرد به یکی از جذابترین خونه های ژاپن و حتی کل جهان. حجم پروژه به شدت ساده است و از بیرون کاملا شبیه به یک جعبه بتونیه و فقط یک فرو رفتگی در دیوار جلویی خودش داره که ورودی ساختمون رو شکل میده و اشاره به زندگی داخل ساختمون داره. بنا با وجود تمام سادگی، به خاطر شکل متفاوت خودش نسبت به بناهای اطرافش کاملا منحصر به فرده. چیزی که نمای بیرونی سخت بنا به ما میگه، تضمین حریم شخصی افراد داخل خونه است، موضوعی که تا قبل از این تو خونه های سنتی ژاپن فراهم نمیشد. اما با مدرن شدن جوامع و نیاز به این حریم شخصی، معمار این موضوع رو الزامی میدونه که افراد داخل خونه حس امنیت و آرامش یک فضای شخصی رو داشته باشن. اما خب وقتی خونه رو از بیرون کامل شبیه به زندان طراحی کردیم، چیکار کنیم که از داخل این اتفاق نیفته؟ وقتی شفافیت رو در نمای بیرونی پروژه حذف میکنیم، چطوری فضای شفاف داخل خونه به وجود بیاریم؟ بریم وارد خونه بشیم. هندسه پلان خونه به شدت ساده است. کلیت فضای ساخته شده به صورت طولی به 3 قسمت تقسیم شده. 2 بخش برای فضاهای داخلی شامل فضای نشیمن، آشپزخونه و حمام در طبقه پایین و همینطور اتاق خواب و اتاق مطالعه در طبقه بالا. فضاهایی که به کمک بخش سوم، یعنی یک پاسیوی روباز در مرکز بنا، به هم وصل شدن. در واقع معمار با این نوع تقسیم بندی بنا، فضای وسط خونه رو کاملا خالی کرده و نور و همینطور طبیعت رو به پروژه خودش آورده. مرکزیت این فضای باز هم باعث شده که بقیه فضاهای سرپوشیده خونه از این بخش مرکزی نور بگیرن و همینطور تهویه به صورت متعادل بین اتاقهای مختلف صورت بگیره. علاوه بر این، هر کس که بخواد از بخشی از خونه به بخش دیگه‌ای بره، حتما باید از این فضای باز عبور کنه و همین موضوع اهمیت طبیعت و محیط طبیعی رو در پروژه آندو به ما میرسونه. این فضا در واقع مکانی داخل خونه و در تماس با طبیعت که اجازه ورود نور، هوا، بارون، سرما یا حتی گرما رو به داخل خونه میده. مکانی که به شما اجازه میده تو یه روز بارونی داخل خونه به آسمون ابری نگاه کنین و خیس آب بشین، یا تو یه روز گرم به خورشید خیره بشین و آفتاب بگیرین. فضایی که به شما امکان میده با طبیعت زندگی کنین. خود آندو در مورد این پروژه میگه: من در اون لحظه به طراحی مسکونی فکر کردم و ایجاد فضایی که مردم اونطور که میخوان توی زندگی کنن. اگه احساس سرما کردن، یه لایه بیشتر لباس بپوشن. اگه احساس گرما کردن، میتونن لباسشون رو در بیارن. نکته مهم اینه که فضا مکانیزمی برای کنترل دما نیست، بلکه چیزی تعریف شده و پذیرنده در زندگی انسانه. مهم نیست که جامعه چه از نظر نهادی و چه از نظر تکنولوژی پیشرفت کنه. خونه‌ای که میشه داخلش طبیعت رو حس کرد، محیطی ایدئال برای منه. محیطی ایدئال برای زندگی.
خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو هم همراه من بودین. از این به بعد من هر هفته تلاش میکنم که یه پروژه مناسب و خوب رو در زمینه معماری به شما معرفی بکنم. در مورد نحوه ساخت ویدیو اگه پیشنهاد و یا انتقادی دارین حتما خوشحال میشم که برامون کامنت کنین. در آخر هم بگم که میتونین از طریق لینک حامی باشه توی بخش توضیحات ما رو نقدن حمایت کنین. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.